بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان است و ما بیشتر از روزهای عادی تلاوت میکنیم. وقتی که من تلاوت میکردم یک چیزی به ذهنم اومد که بزرگترین پیام قرآن چیست؟ قرآن چی به ما میخواد بگه؟ دیدم که در هر صفحه قرآن تقریبا یک حرف تکرار میشه به صورتهای مختلف که شما به سوی الله باز میگردید. صحبت از قیامت است، صحبت از مردنه، صحبت از این است که روز حساب کتاب خواهد بود، بهشت و جهنم است. این پیام بزرگی است که در قرآن تقریبا در هر صفحه ما میبینیم. جالبه که بدونیم آخرین آیه‌ای که بر پیامبر ما نازل شد و بعد از اون وحی قطع شد آیه‌ای بود در سوره بقره، آیه 281. ببینید که مضمون این آیه هم در مورد روزی است که به سوی الله برمیگردیم. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسید از روزی که، پروا کنید از روزی که، مواظب باشید از روزی که شما به سوی الله برمیگردید. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس وقتی برگشتید تموم نمیشه. پاداش و سزای عمل خودتون رو میبینید. خوب عمل خوب پاداش، عمل بد سزا و به شما ظلم نمیشه. پس ببینید این یک دستور مهم الله جل جلاله است و آخر مهمه. در دنیا شاه باشه و گدا باش مهم نیست. وقتی مردی مهمه که تو اونجا چی، چون تموم میشه، اون میمونه. عمل در آخر خیلی مهمه. آخر لحظه عمر که انسان چجوری از این دنیا میره. ماه رمضان فرصت خوبی است که ما با اعمال خوب از دنیا بریم، بلکه روزه فرصت خوبی است. ماه رمضان به این خاطر فرصت خوبی استش که شما در این ماه اگه مردی بهشت میری طبق حدیث صحیح که هر کس روزش به روزه ختم شد اون بهشتیه و هر کس که روزش به قضا دادن به مسکینی ختم شد، یعنی مسکینی رو کمک کرد، بهشتیه. و هر کس که روزش با لا اله الا الله ختم شد، لا اله الا الله گفت، بهشتیه. و روزه ما رو بهشتی میکنه ماه رمضان، چه در روزش بمیریم چه در شبش. علتش هم میگم. علاوه بر این روزه ما گناهان سال گذشته رو میامرزه و اگر همراه این روزه ما 6 روز در شوال روزه بگیریم همه سال روزه هستیم طبق حدیث صحیح. اگر کسی ماه رمضان رو روزه بگیره همراه 6 روز در ماه شوال روزه بگیره، حالا وسطای شوال، اولای شوال، آخرای شوال، جدای پشت سر هم فرق نمی کنه، 6 روز، این آدم مثل این است که همه سال روزه داره. یعنی چی؟ یعنی هر روز مردی تو در روزه مردی، هر شب مردی مثل این است که روزش روزه گرفتی و جنت رو برای خودت خریدی. حدیث دیگه هم برای شما گفته بودم که هر کس 3 روز در ماه روزه بگیره مثل این است که هر روز روزه داره. یعنی که انسان میتونه در این حالی که روزه نداره ثواب 2 روزه رو هر روز بگیره با این دو شگردی که براتون گفتم، یا 6 روز شوال روزه بگیره یا هر ماه 3 روز. پس روزه ما رو از جهنم دور میکنه، 500 سال یا 70 سال از جهنم دور میکنه هر روز روزه. و علتش این است که روزه ریا توش نیست، خالص در خالصه. شما در 6 حالا رمضان رو میگیم آقا همه روزه گرفتن، خودمونم نگیریم مثلا خدا برای خودمون همچنین چیز خوبی معلوم نمیشه. اما در شوال که روزه بگیری 6 روز کی میبینه؟ دقیقا برای الله میگیری، خالص برای خداست. عملی که برای خدا باشه جاش بهشته و روزه عملی خالص برای الله است. و برای همین است که از 8 در دروازه بهشت یک درش در روزه است، ریان. چرا؟ برای اینکه خالصه. جهاد هم تقریبا یک عمل خالص است، برای همین یک در به نام جهاده، برای اینکه دیگه اونجا جونت به بازی میگیری، مالتو برای الله میدی. پس متوجه باشید که چرا یک عملی انسان رو به بهشت میبره، چرا اینطور هست که انسان روزش تموم شد به بهشت میرید، در روزه بمیره به بهشت میره. علتش این است که خالصه. حالا صدقه صدقه است دیگه. شما در راه خدا پول از جیب در میاری به یه نفر میدی،
اما اگر این پنهان بدی ثوابش هزاران برابر شاید بیشتر است. هزاران برابر از خودم میگم، ولی خیلی خیلی بیشتر از این که شما آشکارا بدی. چرا؟ برای اینکه در اون ریایی نیست. پس ما با روزی میتونیم خودمون رو خاتمه به خیر کنیم و خاتمه به خیر بودن خیلی مهمه. روزه ببینید به ما یک این قدرت میده که ما میفهمیم ما مؤمن هستیم. اینه در اوایل این برنامه هم به شما گفته بودم. در زمان پیغمبر مردی در یکی از جنگ ها، ظاهرن صحابی، ایشون در جنگی جنگ میکرد و پیغمبر، یعنی مردم متوجه بودن که این به صلاح خیلی پهلوانی میکنه و پیغمبر فرمودن اگر کسی میخواد یکی از اهل جهنم رو ببینه اینو ببینه. داستانش عجیبه. این رو سهل ابن سعد ساعدی نقل میکنه این روایت رو و در بخاری اومده، یعنی حدیث شوخی نیست، یعنی در صحیح بودن شکی نمی کنیم ما. ایشون جنگ میکرد، پیامبر میگه اگر در راه خود داره جنگ میکنه، میگه اگر کسی میخواد از اهل جهنم ببینه به چند نفری که دورش بودن گفت اینه نگاه کنه. عجب. سهل میگه من متوجهش بودم و همون جنگ که این آخر چه خواهد کرد، جنگ مغلوبه شد یا هر چی شد این افتاد زخمی شد این آدم. ببین در حدیث های ما خیلی جالبه که اسمای اینجور آدم ها رو نمیارن، برای اینکه همه ادب حدیث های ماست. و خود پیامبر ما مالا، چون در پرانتز این بگم، وقتی میخواست یک قومی رو یک کسی رو مثلا کارش بد بود میگفت چرا بعضی مردم این کارا رو میکنن، نمیگفت فلانی چرا این کار کرده. این از ادبای اسلامه، ادب داره اسلام، نفر رو به نام خاص صدا نمیکنه. به هر حال اگه کار بدی کرد، به هر حال سهل میگه من دیدم که این زخمی شده، خیلی حالش خرابه، ولیکن تحمل نکرده تا خودش بمیره، شمشیرش رو در زمین فرو برده یا یه جوری نگه داشته خودش رو شمشیر انداخته، شمشیر از اون ورش در اومده مرده، یعنی خودش رو کشته، در حالی که بین مرگ واقعیش تا مرگ خودش یک 5 دقیقه شاید فاصله بود. چون اون موقع که آرامی سال آمبولانس نبود، بیمارستان نبود که برن آقا عملش کنن، خون بهش بدن، دیگه زخمی به این حالت میگفتن میمیره، فقط منتظر بودن که بمیره، زخمش دیگه بسته نمیشد، خون دیگه تمامه میرفت. خب کسی که در اسلام خودشو بکشه جهنمی است. این اونایی که حالا این روزا خودکشی مد شده اصلا، هر کسی که از ننش غر میکنه، معذرت میخوام اینطور میگم، آدم عصبانی میشه خودشو میکشه. یعنی چه؟ بابا در راه خدا جهاد کرده دیگه، میدونسته که 5 دقیقه بعد میمیره، خود میکشه، پیامبر میگه جهنمیه. حدیثایی که در مورد خودکشی است خشنه. حالا من هی نمیدونم امروز چرا از بس بیرون میرم، بس هم این بود که این آدم حتما ریا میکرده. یعنی آدم اگه خالص برای خداوند جل جلاله کار کنه آخر عمرش اینجوری نمیشه. لذا سعی کنید خالص برای الله کار کنید. میزان چی آقا؟ میزانش همین روزه است. اگر شما روزه رو بگیرید، خب میفهمید که شما خالص هستید، برای خدا دارید کار میکنید، خدای رو قبول دارید، میدونید که الله لحظه شما رو میبینه، میدونید که این دستور فرستاده، میدونید که به این دستور ثواب میده و اگر انجام ندید مجازات میکنه. همه ایمان جمع شد در روزه، دیگه چی میخوای؟ پس مهم اینه، و مهم این است که انسان به اصطلاح گاهگاهی در زندگی علاوه بر فرض روزه بگیره. الله به همه ما توفیق بده. حداقل همینی که گفتم 6 روز شوال خوب بگیره که همه سال در پرونده اعمال هر روز نوشته بشه که فلانی امروز هم روز است، فلانی امروز هم روز است، فلانی امروز هم روز است. بازم تکرار میکنم، در ایران مردم اینو نمیدونن و همه سنی ها میدونن که شما ماه رمضان روزه بگیری و 6 روز در شوال هم روزه بگیری، مثل این است که همه سال روزه بودی. یعنی 6 روز معادل 11 ماه، چیزی کمتر از لیلة القدر نیست. و این رو اکثرا میگیرن مسلمانایی که به اصطلاح در کشور اهل سنت هستن. و این گفتم، یعنی این جور فایده داره. چرا انسان ول کنه؟ یه حدیث دیگه به شما بگم که انسان در هر حالتی که بمیره در همون حالت برمیخیزه. در حالت روزه بمیره، یا مثلا امروز شما امشب که خدای نخواسته یا خدای خواسته مردیم، خب ما در حالت روزه بلند میشیم در روز قیامت، چون روزه گرفته بودیم میخوایم فردا هم روزه بگیریم. مردی با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به در حالت عمره میرفتن، لباس احرام پوشیده بودن. اون وقت هم اصلاً تصادف بود، حالا ماشین میزنه، حالا از هواپیما سقوط میکنه. اون موقع هم شطور آدم رو پرت میکرد.
رم میکرد یا اسب پرت میکرد، میافتاد انسان میافتاد میمرد. این با لباس احرام مرد، از مرکب افتاد مرد. پیامبر فرمود که این رو دفن کنید، غسل بدید دفن کنید، هرچند که دارای حج هم هست، غسل بدید دفن کنید، اما سرش نپوشونید و بهش کافور هم نزنید که معطر است. چرا؟ برای اینکه مهر کسی که در حالت احرام است باید عطر نزنه و باید سرش نپوشونه. و پیامبر دلیلش هم فرمودن، گفت روز قیامت همینطور بلند میشه. خب دیگه چه، کسی که مثلا در حالت عبادت بلند شد چقدر خوشحال خواهد بود در روز قیامت. حالا یه کسی که مثلا کاسه شراب دستشه در روز قیامت بلند میشه، او در چه حالی خواهد بود؟ چون به هر حال مردی برمیخیزی دیگه. پیامبر گفته سرش نپوشونید، یعنی کفن کنید سرش نپوشونید و عطر هم بهش نزنید، چون به مرده کافور میزنن دیگه، معطره. این حدیث هم متفق علیه است، یعنی هم در بخاری است هم در مسلم. پس این مسئله آخرت خیلی مهمه که انسان چجوری تمومش کنه. به روزی یکی از بهترین راه های تموم کردن عمره به نظر من، و گفتم لازم هم نیست که هر روز روزه بگیری. و ببینید که شاه ایران شاهزاده بود قبل از که شاه بشه، 60 و چند سال این عمر کرد و پادشاهی بود که من یادم میاد دو دوره زمان خودش نخست وزیر استرالیا چقدر پیشرفته است. میگه ما حتی آمریکا رو شنیدم که افسوس میخوردن یا حسرت میخوردن به طلاهایی که زن این داره، زن این شاه داره. زنش که اینجور بود خودش در چه نعمتی بود. 60 و چند سال در نعمت بود، 1 سال آخر یا 2 سال آخرش رو این در بدر شد. هیچ کس نمیگه این آدم موفقی بود، حتی در دنیا هم همه میگیم شاه بدبخت بود. بدبخت که نبود، 2 سال. برعکسش خمینی 70 سال زیر دست شاه بود، فراریش داد، تبیدش کرد، ذلیلش کرد. این 10 سال آخر که چی شد میگیم خمینی موفق است. آخرت هم همجوریه، ظاهر رو نگاه نکنیم. اون کسی موفق هستش که نیست، که اون کسی موفق نیست که 3 میلیارد هزار دلار میدوزده یا دروغ میگه یا مثال خودش رو استاندار کرده با تملق کردن و خودش وکیل مجلس کرده با دست بوسی و در مقابل یک کسی که روزه میگیره دروغ نمیگه، مردم رو اذیت نمیکنه، این موفقه. چون در روز قیامت در جا فرق میکنه. آخر مهمه. لذا این رو بسیار خیلی متوجه باشیم. پیامبر ما فرمودن که حدیث اینجوری است که اگر خداوند برای کسی خیر خواسته باشه، اذا اراد الله به عبد خیرا اصله، گو اگر خداوند برای بنده خیر خواسته باشه اصله. معنی شد مسلمان ها نفهمیدن، گفتن معنی چیه یا رسول الله اصله؟ فرمود که برایش یک عملی باز میکنه که اون عمل انجام بده، یعنی یک برایش کار خوبی رو باز میکنه که اون کار انجام بده، در همون کار میمیره. من خودم یک پیرمردی میشناسم دستش میلرزه. اون روز من گفت که ببین چه کمکی میتونی برای مسجد ما بکنی، اگر میتونی مثال فرششو بیاری یا مثلا سیمان بیاری. من گفتم داری چیکار میکنی؟ گفت دارم مسجد آباد میکنم. یعنی مرگ به دست خداست، ولی مردنش امروز فرداست. من همین حدیث یادم اومد که خداوند این رو برای این خیر خواسته که آخر عمرش فقط در این فکر است، و همه فکر ذکرش به همین بود که من این کار رو تمام کنم. اینا حدیث هایی که بهت گفتم صحیح است. به هر حال روز انسان با عمل خوب شروع کنه و با ماه رو با عمل خوب شروع کنه و با عمل خوب تمام کنه. و بهترینش همونطور که بازم تکرار میکنم همین ارکان دین ماست. نماز، پیامبر فرمود از نماز تا نماز دیگه گناه بخشیده میشه، از جمعه تا جمعه دیگه گناه بخشیده میشه، از رمضان تا رمضان دیگه گناه بخشیده میشه، و حج هم گناه های گذشته رو میبخشه. مثل که از مادرت متولد شدی، حالا میگه ما که نمیتونیم حج بریم، تولد چی که میتونی بکنی، نیت که میتونی بکنی. و این نکته رو به شما بگم که پیامبر ما فرمودن، یک حدیث بسیار طلایی عالی داریم، همه حدیث ها طلاست، ولی اینو به ابو ذر فرمودن که لا تحقیرن من المعروف شیئا، یک کار خوب رو شما کوچیک نشمر، چه بسا کار کوچیک باشه خدا بزرگش کنه برای تو. خدا که به کمیت کار نداره، به نیت تو کار داره، خدا که نیازی نداره. لذا اگر که نمیتونی 150، این بعض ما مردم اینجوری هستیم،
میگم آخه من که نمیتونم، بس ول میکنم. اینجوری نه، 100 کار خوب نمیتونی بکنی، 50 کار خوب بکن، 50 نمیتونی دو بکن، دو نمیتونی یک، یک نمیتونی کار بد کم از کم کوشش کن نکنی، 100 کار بد میکنی کوشش کن 50 کار بد کنی، کوشش کن، دست پای بزن. و پیامبر ما فرمودن، این جمله طلایی است، و همین صحبت امروز زیاد نمیگم، با همین برنامه رو تموم میکنم. پیامبر فرمودن که از آتش بپریزید ولو با تکه خرما. خرما نه، یه خرما دارم میگه، من میگه اگه یه کیلو خرما بدم چیزی نیست. پیامبر میگه یه خرما نه، یک نصف خرما رو به یه کسی بده در راه مثلا نیت خدایی، این میگه تو رو از آتش نجات میده. معنی حدیث اینه، میگه حتی اینم نداری حرف خوب بزن و من اضافه میکنم به فرموده رسول الله که حرف بد نزن، کم از کم حرف بد نزدم حرف خوبه دیگه، یعنی چیزی اضافه نکردم، فقط تفسیر کردم. پس کار خوب همیشه راه برای کار هست. الله به من و شما توفیق عمل بده. آمین یا رب العالمین. Mother